خب این یکی دو نمونه از تفکر کمیتگرا. خب یکی دو نمونه که ببینیم در واقع حالا شخصیت‌های واقعی رو که می‌خوام تعریف بکنیم، این شخصیت‌های واقعی میتونه چه مسائلی رو در دل خودش داشته باشه و چه چیزهایی رو به بار بیاره. اما در مقابل این قضیه تفکر کیفیتی یا کیفیتگرا و یا تفکر حالا از زیر مجموعه تفکر مسیرگرا میخواد زندگی بکنه. خب میخواد زندگی بکنه، اما در کنار زندگی خب به امور سازمان، به امور کار، به امور همه مسائل در واقع برسه. در واقع هدف نیست، همونطور که تو بحث هدف و وسیله توضیح دادیم، هدف نیست، وسیله است. سازمان وسیله است نه هدف. توی این ماجرا تفکر مسیرگرا دقیقاً لحظه به لحظه در حاشیه جلو رفتن سازمان میخواد زندگی هم بکنه و همه اجزاش هم از زندگی برخوردار باشند و بدونن امروز امروز بود، امروز رو بفهمن. خب این فایده نداره ما در واقع امروز رو ندونیم چیه، فردا رو ندونیم چیه، بعد ببینیم هفته شد، ماه شد، سال شد. خب بعد ما چیکار کردیم؟ ما اومدیم یه جایی پولی گرفتیم رفتیم، زندگی نکردیم در واقع. خب توی این مسئله دوباره تفکری داریم، تفکر نسبیتی. خب توی این بحث نسبیتی من چند تا سوال میکنم که بعد ادامه بدیم. رقابت خوبه یا بده؟ ما از سالمترین رقابت ها میگیم، یعنی یه رقابت خیلی سالم. حالا چی؟ خوبه؟ تولید خوبه یا بده؟ خوبه؟ خیلی خوب. عرض کنم خدمتتون که خب رقابت چی میاره؟ رقابت چند تا موضوع میاره، یا باعث حذف رقیب میشه یا باعث افزایش تولید میشه. درست شد یا نه؟ خب حالا این افزایش تولید فرمودین که خوبه، درسته؟ اما ببینیم آیا واقعا خوبه؟ خب ما اینو میریم بالا، اما هر چی میریم بالا از اون ور بحث عرضه و تقاضا، هر چی تولید میره بالا چی میشه؟ تقاضا کاهش پیدا میکنه. یک جا به یک مسئله برمیخوریم که ما اسمشو میذاریم بحران تورم تولید، همون وضعیتی که الان در دنیا پیش اومد. حالا یکی از موارد اگه باعث حذف رقیب بشه که یه ماجرای دیگه ای داره که بعد تو سیستم جهانی و سیستم کل اقتصاد دنیا که نگاهش بکنیم مشکلات دیگه پیش میاره. مثلا الان حذف، یعنی الان داره خابیدن به اصطلاح سازمان های مختلف در دنیا. خب یک کمپانی در آمریکا تعطیل میشه، امروز ما ضررش رو همین امروز ما در اینجا میدیم که طبق قواعدی که وجود داره، حالا نمیخوام واردش بشم. بنابراین حذف بشه، موجی که توی بحث بیکاریش، توی بحث‌های دیگه پیش میاره، همین تو بحث من اگه این مثال رو زدم به خاطر اینکه این قضیه یکی از واقعیت‌های بوده که اتفاق افتاده و الان ما با بحران تورم تولید مواجه هستیم در دنیا. مثلا شما تلویزیون میخواید بخرید، دنیا اصلا چی بخرید؟ خب و تا یک مدتی به صورت کاذب این قابل شارژ بوده. خب تبلیغات کاذب رو مسکن، رو چی شروع چید در واقع تب ماجرا رو داغ نگه داشته. ما هم همه امکاناتمون رو، همه نقدینگیمون رو بردیم ریختیم اینجاها، ولی از یه جای به بعد دیگه استال و واماندگی پیش میاد. خب که به هر حال مسائل خاص خودشو داره. پس در واقع تولید اگه خوبه تا اینجا خوبه. بنابراین
یک در واقع مدیریت تولیدی نیست که افزایش تولید بده. مدیریت تولید اینه که ببینه تا کجا، یعنی اگر که همچین بینشی در بحث تولید بوده باشه، یه جایی از 3-4 سال قبل خب خیلی کمپانی ها می اومدن تولیدشون رو کاهش میدادن، امروز سقوط نمی کردن، ولی همه سقوط کردن، بقیه هم دارن همجور پسترشون موجش خب میاد و همه چیز ساخته شده، حاضر آماده، خوابیده رو زمین، میلیارد سرور رو زمین خوابیده، دیگه نمیتونه اون چرخ رو روغن کاری بکنه دوباره بشه پول برگرده، برگشت نداره، نه میشه استفاده بشه، نه میشه استفاده نشه، رو زمین خوابیده. خب پس تولید خوبه یا بده؟ هم خوبه هم بده. رقابت خوبه یا رقابت بده؟ هم خوبه هم بده. حالا رقابت، بنابراین اون که اومدیم گفتیم شخصیت حقیقی، شخصیت واقعی، یعنی یک سازمان باید بتونه کل این، حالا در سطح کره زمین رو باید اگه نتونه ببینه، خب اگه بخواد رقیبش رو ساقط بکنه، سرنگون بکنه، فردا نوبت خودشه. البته من الان نمیخوام وارد اجزا بشم که چرا، فقط میخوام بگم و بگیم که چرا مجبوریم سازمان رو زنده فرض کنیم. خب میرسیم بعد ببینیم که اکوسیستم سازمان ها، یعنی سازمان ها خودشون با هم دیگه مثل موجودات زنده هستن که باید با هم رفتارهای حساب شده داشته باشن. اگر با هم رفتارهای حساب شده نداشته باشن، اون وقت مسائل و مشکلات دیگه پیش میاد. خب حالا یه سوالای دیگه میکنم تو نسبیت. خب زلزله خوبه یا بده؟ هم خوبه هم بده. چرا خوبه؟ نه خوب به خاطر تو بلنس اکوسیستم چیز کار درست کنه. خب ما خودمون میخوایم بگیم خب آتش فشان خوبه یا بده؟ سائقه خوبه یا بده؟ خب ببینیم در واقع اگر ما اینجا نشستیم مدیون آتش فشان و زلزله هستیم. اگر الان اینجا نشستیم چطور؟ چرا؟ ما اصلا مگه کره زمین روز زیر آب نبوده؟ خب اگه زلزله و آتش فشان نبود، ما هیچ وقت روی زمین روی خشکی قرار نمی گرفتیم که. اگه سائقه نبود، O2 هیچ وقت تبدیل به O3 یا اوزون نمی شود. اگر خیلی از این اگرها که دونه به دونه شو میتونیم با هم بررسی بکنیم.